بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب احترام خدمت شما. من معمولا به جنجال های رسانه ای که درست میکنن پاسخ نمیدم، میذارم بعدا سر فرصت که این التهابات خوابید معمولا جواب میدم، من تا اینجا چون آبروی فردی وسط تصمیم گرفتم پاسخ بدم. در جریان کودتای سال 32 فردی به نام خانم قاسمه موسوم به پری بلنده تحریک کرد اراذل و اوباش و اینا ریختن و دولت قانون مصدق رو در واقع سرنگون کردن. این یک اتفاق تاریخیه. من این وجه شباهتش با خانم مهناز افشار خیلی واضحه، تحرک سیاسی ایشونه. من پناه میبرم به خود از اینکه میخوام نسبت فحشا بدم به یه خانم ایتالیا، چه مجرد چه متحری. ما الان برمیداریم مثلا میگیم فلانی صدا شبیه ریکی مارتین امریکایی، این به این معنی که این خواننده ایرانی ما هم جنس بازه، یا مثلا برمیداریم میگیم فلان سیاستمدار رو مثل ترامپ داره عمل میکنه، یعنی که انحرافات جنسی داره، یا اینکه نه منظورمون اینه که اون تصمیمات خلق و سائم میگیره، منفعت طلب. طبعا توی این مثال وجه تشبیه و وجه شبه تحرک سیاسی این خانم و تحریک توده ناآگاهه، همین کاری که خانم افشار کرد. من نمیدونم این حقد و غضبای سیاسی و این تسویه حسابای سیاسی که یه سری دارن به چه قیمتیه. یعنی شما حتی حاضرید به آبروی یه زن متأهل بازی بکنید به صرف این که بخواید مثلا یه انتقام سیاسی از من رایفی پور بگیرید که یه جایی چرا یه نقدی به شما و دولت مورد تایید شما مثلا وارد کردم. علمی نمیتونن جواب امثال بنده رو بدن، میگردن توی بزنگاه‌های مسئله اینجوری پیدا بکنن و اینو بولد کنن و تو چش بیارن.